خانوم عواطف نعمه نماینده اطلاف دولت قانون در پارلمان عراق روز سهشنبه از قوه غذایی دادستانی و دولت این کشور خواست اطلاعاتی روشن و شفاف درباره تعداد واقعی قربانیان کشتار پایگاه هوایی اسپایکر و عاملان آن ارائه دهند به گزارش سومری نیوز خانم عواطف در بیانیه‌ای با اشاره به این موضوع تاکید کرد لازم است کشتار پادگان اسپایکر از سوی مجامع بین المللی نست کشی علیه شیعان عراق محسوب شود. در بیانیه نماینده عراقی آمده است، در سومین سال کشتار فرق اسپایکر که همچنان از نتایج فجی و آثار خونبار آن رنج میبریم، هزاران خانواده فقیر در مرکز و جنوب عراق همچنان از سرنوشت فرزندان خود خبر ندارند و پس از رو بودن و کشتار آنها از سوی گروه موسوم به انقلابیون اشایر که به گروه تروسیه داعش خدمت می کردند هیچ اثری از آنها در دست ندارند. بر اساس این گزارش وی تاکید کرده که باید تحقیقات از کمیساریای حقوق بشر عراق از سر گرفته شود. کمیساریایی که برای گمراه کردن سازمان های حقوق بشر بین المللی و افکار عمومی جهان منحل شد. خانم نعمه این کمیساریا را به ارائه اطلاعات نادرست درباره انگیزه ها و هویت طایف گرایانه سنی های تونرو و قربانیان آنان و با هدف نزدکشی ندانستن این جنایت علیه شیعان متهم کرد. این نماینده عراقی بر لزوم گنجاندن کشتار اسپاکر در کتابها تدریس آن برای نسلهای آتی ساختن بنای یادبود شهدای این جنایت در محل آن و برشمردن روز ارتکاب این جنایت به عنوان روز اعضای عمومی در عراق تأکید کرد شاین ذکر از سنیهای تندروی داعش سه سال قبل همزمان با اشغال مناطق شمال شهر تکریت عراق شبانه به پادگان افسری اسپایکر که حاوی صدها نظامی شیعه بود حمله کردند و حدود 1700 تن از کارآموزان و دانشجویان نظامی این مرکز را به طرزی فجیع قتل عام کردند همه قربانیان پایگاه اسپایکر زیر 22 سال و غیر مسلح بودند و هنوز دوران آموزشی خود را به طور کامل به اتمام نرسانده بودند